دوستان، حمید جمالی هستم از لیارد استودیو. امروز اومدم که یه آموزش در زمینه جایگزین کردن آسمون رو بهتون بدم. خب بذارین کاری که میخوایم امروز انجام بدیم رو با هم یک بار ببینیم. میبینید یک تصویره که حالا علاوه بر بارون الان جنبه فان اضافه کردم و اینا، بیشتر مهم همون جایگزین کردن آسمون توی محیط کارتونه. اوکی، بذارین کار شروع کنیم. از همین کامپوزیت میتونیم استفاده کنیم، میتونیم یک کامپوزیت جدید درست کنیم. من ترجیح میدم از همین فایل ویدئوم یک کامپوزیت درست میکنم. خب یک شروع پایینی براش انتخاب این توی این پلانمون چیزی حدود 10 ثانیه است. خب 10 ثانیه حالا برای آموزش شاید زیاد باشه، من حدود 5 ثانیه اش انتخاب میکنم، میبرم با دکمه N. اینو میبندم براتون، یک کلیک راست روی این قسمت کنیم، تریم کامپ رو میزنیم و همون قسمت برامون انتخاب میشه. خیلی خوب، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که روی فیلم یه ترک دو بعدی انجام بدیم. خب در قسمت منوی ویندوز گزینه تریکر اینجا انتخاب میشه. خب ترک دو بعدی چجوری انجام میشه؟ ترک دو بعدی به این صورتی که شما گرافیر فایل ویدیوتون انتخاب کنید، track motion رو بزنید. خب track motion که میزنید اینجا یک track point بهتون نشون میده. خب ما الان شما یک بار به نوع حرکت تصویرتون نگاه کنید، اولین چیزی که باید متوجه این موضوع بشین توی این کار اینه که شما باید بدونید که دوربینتون چه نوع حرکت هایی داره. الان ما پوزیشن دوربینمون بله تغییر میکنه، چون دوربین روی دست هست احتمال روتیشن هم هست، یعنی چرخش هم احتمال زیاد داره. پس من اینجا گزینه روتیشن هم تیکشو میزنم، ممکن یه دوران هایی داشته باشه، ولی من به عنوان یک تصویردار اینو میدونم که اسکیل یا بزرگ نمایی نداره، چون دوربین روی یک دست و روی یک نقطه فیلم برداری شده. خب شما به عنوان یک کسی که میخواین فردا روی یک راشی که براتون دادن روش کار کنین، باید این نکته رو بدونین، جهن حرکت های دوربین رو باید بدونین، آیا بزرگ نمایی داشته، ترک این ترک آوتی داشته که تصویرتون بزرگ کوچیک بشه. خب من میدونم نداره، پس اسکیل رو نمیذارم. خب با همین دوتا پوینتی که اینجا داریم، دوتا نقطه به قول خودمون حالا قابل تشخیص برای نرم افزار باشه یا به طور فنی کنتراست داشته باشه، من انتخاب میکنم دو تا نقطه ای که از قابمون به عبارتی خارج نشه. خب من یکی از نقاط پوینت یکم و یکم بزرگ میکنم، میذارمش مثلا روی این گوشه یکی از اینه که قابل تشخیصش، مثلا این قسمتش. خب زیاد مربعاشو بزرگ نمیکنم، چون پروسی تراکینگ یه مونه خوره افزایش میده. خب اینو هم یه خوره بزرگش میکنیم، مثلا میذاریمش این گوشه کنار این پنجره، یا این نقاطی که انتخاب کنیم نمزا کاملا میتونه تشخیصشون بده، بخاطر من اینو انتخاب میکنم. از مربع دومی هم استفاده میکنم جهت اینکه بهتر اون نقطه رو دنبال بکنه. خب دقت هم داشته باشین همیشه روی فریم صفر این کار رو انجام بدین. خب آنالیز فوروارد رو من میزنم، ببینید این باید تا آخر بره تا یک بار به عبارتی این حرکت رو دنبال میکنه، این دو نقطه رو دنبال میکنه در طول زمان و برای تک تک فریم هامون یکی فریم بهمون میده. خب من ویدیو رو اینجا پوزش کرده بودم و الان دوباره رکورد رو میزنم. خب ترکینگ ما تموم شد، حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که اطلاعات ترکرها رو من به یه نول نسبت بدم. در اینجا من میام یک layer new null object درست میکنیم،
ادیت تارگت رو من میزنم، لیر رو روی نولی که ایجاد کردیم انتخاب میکنیم، اوکی میزنیم. خب اپلای، اپلای دیمنشن آن ایکس اند وای. اوکی، الان تمامی اون اطلاعات ترکینگ رو روی نول دو برام اعمال کرده. خب قبل از اینکه من کار دیگه انجام بدم، اول از این ویدئوم یه داپلیکیت میگیرم، کپی میگیرم، اینو بهتون میگم چرا این کار میکنیم بعدن. خب فایل عکس خودمون رو میاریم توی قاب، میذاریم توی لایه زیر ویدئومون. خب این هم فعلا شات آفش میکنم خاموش. برای اینکه آسمون رو حذف کنیم، افکت کالر کی رو انتخاب میکنیم. کالر کی رو داخل ابسولوت کالر کی یه قسمت عذاب نکنیم. اینجا پر کنتراست، اینجا کم کنتراست. من همیشه به نظر خودم به تنگازین نقطه میانیه برای این موضوع. خب اینجا رو میزنیم با گزینه کالر تولرنس یکم اینو عدد بهش میدیم. خب یکم میتونیم گوشه رو نرم کنیم در حد خیلی کم. خیلی خوب، حالا اسکایمون رو روشن که کنیم، ناکنیم چون توی لایه زیرشه آسمونمون اینجا مشخصه. خیلی خوب، اینجا جاش خوبه. ولی حالا نگاه کنیم تکون نداره، درسته؟ خب این ترکی که انجام داده بودیم برای همین. حالا من میام لایه آسمانم رو یه پرنتش میکنم به این نو ابجکت. در طول زمان الان جا به جایی میشه. خب این اصلاحات ریزی باید برای این قسمت ما انجام بدیم. کل تصویر رو به عبارتی باید پوشش بده این آسمان. خیلی خوب، حالا برای که کاری خود از نظر بصری آسمون طبیعی تر باشون، ابرهای هیچ وقت توافق به این شدت مشخص نیستن و یه حالت اتمسفر به عبارتی روی سطح زمین است و باعث میشه ابراتون قسمت دون آخر کار شفافیت نداشته. خب من این کار میام، برای این کار میام از ویدئوی اصلیمون به واردی استفاده میکنم و افق رو باهاش یه خوره بلند میکنم. آسمون رو انتخاب میکنم، قسمت بالاش رو ماسک میگیرم، یه ماسک بزرگ، شورتکات MF ماسک فدر، یا اینو باز کنی توی قسمت ماسکمون اینجا ماسک فدر هست، اینو میزنیم یه خورده محوش میکنم. خب دلیل اینکه کپی گرفته بودم از ویدیوی اصلیم اینجا مشخص میشه. ویدیوی اصلیم بدون هیچ افکتی توی بک‌گراند روشنش میکنم. خب اون قسمت های خراب رو هم برام پوشش میده، هم کار طبیعی تر میکنه. یه خورده آسمونم رو کالای کرکت میکنم، با افکت کرو این کار انجام میدم، یه خود رنگ آبی بهش میدم تا با اینجا ست بشه، یه خود قرمزی ازش میگیرم. خب اوکی تقریبا. حالا میتونیم یکم بارونم بهش بدیم، مثل مثالی که اینجا براتون زده بودم. layer new solid درست میکنیم برای این کار، اسمش رو میذارم rain. مطمئن باشین اندازه کامپوزیت رو make comp size رو بزنید. اینجا سرچ میکنم cc rain fall. اوکی اینو یه خود drop ذراتش رو زیاد میکنیم، سایزش رو میتونیم بیشتر کنیم، یه خورده عمق تصویر بدیم، سین دپس، یه خورده اسپیدش رو بیشتر کنیم. ببینید اسپیدش به چه صورتی، یک بار پلی کنید اسپیدش میتونه بیشتر هم باشه. یه خورده باد بهش بدیم، وریشن به کارتون میده. یه خورده اینجا خود پارامتر وریشن یا تنوع در جهت رو براش انتخاب کنید. دراپ یا کالرش هم که سفیده
اینم که اوکیه. خب خیلی راحت، اینم میتونید روی اد بذارید و روی فیلمتون اد میشه. و در آخر میتونید یک ادجستمنت اینجا ایجاد میکنید و افکت کالر کرکشن کرف برای کل فیلم یکم کنتراست بهش میدیم، رد میان کم میکنم، آبی رو یکم زیاد میکنم، زیاد زیادم نه خود بد میشه، یا حتی میتونین یه افکت بزنین یکم گلو به آسمونمون بدید. شکم معقولانه میکنیم، ردیوس یاد این قسمت های برن رو شدت بهش میتونیم بدیم. یاد شما میتونید روی خود ویدیوی اصلیتونم یکم افکت اکسپوژر بدین. گاماش کم کم کنیم، شاید حس بارونو بیشتر بهتون بده. و در آخر حتی میتونی یک اجسمنت دیگه درست کنی، یکم کالر کرکشن هیو سچوریشن به کل کار بدین. ناکنیم کاملا سلیقه که من دارم انجام میدم، شما میتونی این کار اصلا انجام ندید. خیلی کار میشه کرد برای اینکه کارتون جلوه قشنگ تری پیدا کنه، این کاملا سلیقه‌ایه. خب یه بار با هم این کار میبینیم، میبینید اینجا یکم مشکل داره. اینجا برای این کار میام توی این قسمت کالر هی رو یکم بیشتر میکنم و این ندردی که این قسمت ها خراب بشه. بسیار عالی، امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید و اینکه لطفا پیج لیارد استودیو رو دنبال کنید. آموزش ها توی این پیج قرار میگیره. این پیج قبلا با نام حمید جمالی بود و به لیارد استودیو تغییر پیدا کرده و خواهش میکنم به دوستاتون معرفی کنید و سابسکرایب کنید و با نظر و پیشنهاداتون باعث بشین که آموزش های بهتری براتون تولید بشه. در قسمت AI Tools آموزش های افتر فکر رو دنبال کنید. روز خوش، خدا نگهدار.